سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در این بالا سمت چپ من کارون جریان داره. سلام. فرهاد و فرزادم هستن. سلام. و امروز مهمون خیلی عزیزمون خانم شیما پیلور تشریف دارن پیش ما. سلام. کارون میخوای یه در واقع اینتروداکشن، یه توضیح خیلی کوتاه در مورد خانم پیلور بدی و ما ریشوقه چی بدیم دست خودشون و دیگه اپیزود شروع کنیم. ببین، من هر چی بخوام ایشون رو معرفی کنم اصلا از لطف قضیه کم میشه. ما باید همین اول ریشوقه چی بدیم دست خودشون، خودشون شروع کنن برای ما با همون روایت قشنگی که میتونن بکنن زندگیشون رو تعریف کنن. ولی حالا داستان آشنایی ما با شیما جان اینجوری بود که روژین رئیس ما توی توییتر مثل که شما رو دنبال میکردن، توییت های شما رو میدیدن، بعد شما اخیراً یه پیپری رو در واقع منتشر که یه مقاله رو منتشر کردید که یه ایده خیلی جالبی توش بود که همه ما انسان ها رو به یه چیزی در واقع مفتخر کرد که هیچ وقت فکرش نمیکردیم مفتخر بشیم. روی این حساب دیگه ما با شما شروع کردیم صحبت کردن و شما هم لطف کردید که قبول کردید اومدید تو پادکست. دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم، شما خودتون بگید. به نظر من اینجوری بهتره، حالا ما وسط هم قطع میکنیم حرفای شما رو، حرفای خودمون رو میزنیم، ولی دیگه ریش رو بچه دست خودتون. باش، پس حالا هرچی سوال داشتین وسطش خواستین بپرسین. آره، ما میپریم وسط حرفتون دیگه اینجا. آره، راحت باشین دیگه، چون که اگه یه موقعی نپرین من میگم و میرم همینطوری واسه خودم. خب اگه من از خودم بگم، گفتم ما که تولد علی آباد کتول، یک شهرستون کوچیک بین چی بهش میگن گرگان و گنبد در واقع تولد اونجا. بعد خلاصه ما یه خانواده فرهنگی نیمه فرهنگی بودیم. بعد داستان زگه باروتا گور دانش بجوی منم که همونطور که بهتون گفتم از مهد کودک من شروع شد، که مهد کودک میرفتم با مامانم و یعنی مدرسه مامانم کنار مهد کودکمون بود. بعد من مجبور بودم که یعنی هممون هر ستامون مجبور بودیم بریم مهد کودک، بعد از اونجا میرفتیم مدرسه مامانم. خلاصه که باعث شد که ما ناخودآگاه به درس و مشق علاقه من بشیم، با اینکه یعنی حالا شاید هم نبودیم واقعا، نمیدونم. خلاصه بعد این شد که دیگه بعد از کودکستان و ابتدایی و اینا، ما بابامو خیلی مشتاق علم و دانش بود، از اونجا اصرار میکرد که شما فرزندای گل من فقط درس بخونید، مخصوصا هم دخترا، یعنی خوبی علاقه خاصی به دخترا داشت، همونطوری که باز مامانم یک نگاه عاشقانه‌ای به برادرم داشت، ولی خب مثلا بابامون اولویت ماها بود. بعد همیشه میگفت که درس بخونیم، فلان بشین، هرچی بشین و اینا، من هرچی هم هزینه باشه براتون میکنم. خلاصه که روی موضوع خاصی هم استرس داشتن که مثلا این مثلا برید وکیل بشید یا دکتر بشید یا مهندس بشید، یا فقط گفتن هر چی دوست دارید؟ نه، اصلا کاری نداشت که چی، کلا درس بخونین، کلا یه چیزی بشین، یعنی اینکه حتی خواهرم انسانی خون، درست، یعنی تاریخ هم خون، اصلا چیز نبود، حتی یعنی اینکه بعد انسانی خون چیز نبود، دکتر مهندس نبود تو کارمون. خب یکی برام یه کامنتی گذاشته بود، گفته بود من همه رو تو خودکست دوست دارم، حتی فرهادو. این حتی شما هم شبیه هم حتی بود. نه میگم، یعنی اصلا چیز نبود که بگه چی بخونین چی نخونین اینا، کلا زیاد کار نفع، کلا میگفت دموکراسی بوده تو خونه. آره مثلا چیز بود، میگم حتی در راهنمایی واسه ما اون موقع که اصلا چیزم نبود کامپیوتر خرید، که میگم هنوز از رده این پنتیوم ها و اینا نبود، حالا شاید هم بود من نمیدونم، یعنی یه کامپیوتری بود که توی مثلا کتول ما یه چند نفری بیشتر نداشتن. بعد بابام از اونجا که میگم احساس میکرد هر گونه وسیله علمی و اینا به ما در پیشرفتش کمک میکنه میخرید بنده خدا. حالا مثلا برقی چیزا رو میگفتیم نه ها، مثلا میگفتیم پول جی جی بی زیاد کن و اینا، نه مثلا چیز نکن، یا برق خاموش کن بچه، مثلا چقدر پول برق مصرف میکنی، ولی مثلا چیز اینطوری واسه اینجور چیزا خیلی بود. خلاص آقایون ما این کامپیوتر رو خریدیم، در این حد هم بود که مثلا اون موقع ها هیچ کی بلد نبود باهاش کار کنه. بعد ما خالمون که یه کلاس داس و اینا بود میرفت فکر کنم اون موقع ها، بعد یه فنیر فیل آوردیمش، گفتیم آقا اینو روشن کن مثلا این چه جوریه فلان اینا، اینم نشست بنده خدا جلوش رو گفت من نمیدونم این دکمهش باید این باشه مثلا اینجوری، آقا باز کرد و گفت من بلد نیستم مثلا. اون موقع تا ویندوز هم نمیدونم مثلا ویندوز بود یا نمایده شد،
کنم داست دو بوده اون موقعی که شما دارید. اصلا نمیدونم چی بود، حتی جوری بود داست دو اسم مپ کانتره آقای بند خدا اومد. آره مثلا یه چیزی بود آقای بند خدا اومد یه لیست درست که اینقدر که ما مثلا نمیدونستیم که فقط از این صفحه خارج نشین شما نزنین از چیزی مثلا اینجوری قد اون. بعد خلاصه دیگه بعدش هم حالا که من یه خاطره هم که این وسط داشتم حتی هم توی اینستاگرام هم نوشته بودم هم توی تویتر که آره این وسط که حتی میگم اون موقع های ویروسی بود بهش میگفتن ویروس چرنوبیل که قراره بیاد از اخبار هم اعلام کردن، بعد میگفتن که این از طریق در چنین روزی این ویروس چرنوبیل توی کامپیوترهای این مدل کامپیوترها فعال میشه و کامپیوتر نباید روشن باشه تا این ویروس فعال نشه. آقا ما حالا مثلا خب موقع نه اینترنت کسی میدونست چیه که آقا مثلا خودت تو باید به یه جوی وصل باشی که این ویروس اون تو مثلا اکتیف بشه دیگه. خلاص آقا بعد به ما گفتن که مامانم و اینا همه استرس که آقا اسم کامپیوتر مام تو لیست اینایی که گفتن ویروس چرنوبیل داره هست. باشه لیست داده بودن قبلا. چی؟ یعنی لیست داده بودن؟ نه یه سری کامپیوتر آخه مدل ها محدود بود دیگه، یه 3-4 مدل بیشتر نبود اون موقع، بعد اسمشون در اومده بوده. آره ما شد نه یعنی مثلا مدل این مدل کامپیوترایی که بین این سال خریدن اون سال هست این ویروس فعال میشه. بعد ما هم من اون موقع هم کلاس چیز میرفتم کامپیوتر، بعد من رفتم و معلممون نبود، بعد از منشی شرکت خیلی مثلا اینطوری هم نشسته بود و بعد من گفتم که آقا این ویروس جریانش چی، میگن ویروس میاد و فلان و اینا، تو شما اصلا چیز نباش فقط با یه پتو قشنگ، چون ویروسی دیگه تو هواست آدم نمیدونه که کی هم میاد، شما اینو قشنگ فقط بپوشون که چیز کامپیوترتون چیز نشه، واسه این چیزم اطمینانم یه دو روز قبل بپوشون و یه دو روز بعد که قشنگ این سطح این دیگه بیاد و بره که اصلا آره نره ویروس نه ویروس دیگه. بعد اینجوری هم قشنگ هم یادمه، یعنی این لحظه شده یادم ویروس دیگه میاد دیگه مثلا یه هوتز میشه سرایت میکنه مثلا. ما خدای اومدیم خونه و گفتیم که میگن که باید بپوشونیم کامپیوتر رو دو روز قبل و دو روز بعدش هم باز نکنیم. اون مام که دیگه خانواده استرسی و ترسو و اینا محتاط، بعد گفتیم که خب پس از چیکار میکنیم، از یه هفته قبل مثلا یه بازه یه هفته ای ما مثلا کامپیوتر رو قرنطینه میکنیم دیگه. اون موقع ما قرنطینه داشتیم وقتی قرنطینه مد نبود واقعا. بعد هیچی بعدش کامپیوتر رو دیگه پتو پلنگی هم بود. بله بله دو تا پلنگی در عرض دو تا آره. رنگاش هم متفاوت بله بود. ویروس جرأت نمیکنه نزدیک پلنگشه. خدای من رو یادم یه پتو پلنگی. بعد آها مامانم هم دفعه یه کامنت داد توی اینستاگرام که بگو بعدش هم یه ملافه پروانه یه آبی پیچیدیم دورش. خیلی ناراحت بود اسم ملافهشو نبردم. بعد خلاصه ما اینو با من فکر کنم نورم خیلی زیاد شده. بعد ما اینو پتو پیچ کردیم و بعدش هم ملافه و بعد آخرش هم گفتیم خب بازم یه موقع این درس داره دیگه، سوراخ و اینا داره ممکنه ویروس بره، یه دونه مثلا آبی حرارتی چیزی سیلش کنیم به قول چیز اینو یه نایلونم بازی بزرگا کشیدیم روش کامل. بعد خیلی هم استرس که خدای مثلا این چیز نشه، ما مثلا تنها سرمایه و داراییمون تو اون سن مثلا یه چیزی بود که میتونستیم فخرم بپوشیم بین اون دیگه، مثلا ما کامپیوتر داریم خونمون و موقعها که همون قدی که میگفتن نگین ویدیو دارین، مثلا یه موقع اگه ویدیو داشتیم تو خونه میگفتن نگین، همین هم مثلا باز باید میتونستیم فخر بفروشیم در زمینش که بگیم ما نه ما با کامپیوتر کار میکنیم. خلاصه آقا اینو دیگه بعدش ما اینو بس ویروسو ولی نگرفت آخر. نه دیگه آخرش هم واسه شد با سلام تاثیر داشته. آره نه واقعا نگرم. شما واقعا نمیدونید چقدرم به خاطر این کارهایی که کردیم ویروس نگرفته. شما اگه نور داره چشتون اذیت میکنه میتونید اگه بخوایم پردار هر جور که سلام میدونیم الان دیگه وقت نور چیز شده باز دوباره من جا به جا میشم میام این وقت خیلی با لپتاپ به دست رو میفتم واسه تون هنگیم و هیچی دیگه. خلاصه این لپتاپه و این چیزه شد و این کامپیوتره. آره بعد دیگه یه هفته ای هم که گذشت و دیگه با سلام و صلوات و این وسط هم نظر و اینا کرده بودیم که مثلا اتفاقی براش نیفته و اینا، بعد اینجوری مثلا دکمه رو که زدیم یا خود دیدیم همه چی مثلا درست و مرتب و اینا، همه شاد و خوشحال و هم دیگه مثلا یه نگاه میکردیم که دیدیم مثلا این سونامی ویروس چرنوبیل رو با به سلامتی باشه سر گذاشتیم. خلاصه این یعنی هنوز که هنوز ما تعریف میکنیم و گروه خودمون تو گروه خانوادگی و میخند اصلا دست خودمون رو سر وقت یادمون میاد میگه آخه یعنی واقعا چی ما فکر میکردیم اون موقع که ویروس که آخه بعد طریق کامپیوتر مثلا توی اینترنت باشه. خلاصه که طول ما بود دیگه اینکه کلا دنیایی داشت واسه خودش.
فکرم جای اشتباهی میرفتید کلاس کامپیوتر. یعنی فهمیدن من اصلا استعداد کامپیوتر ندارم، بیخیال. بعد اون فکرم رفتم میشه منشیه دیگه، فقط منشیه دست داد. اتفاقا این دفعه کی بود که خیلی دوست داشتم بدونم سرانجام اون منشیه چی شد، الان چی کاره شده؟ گفتم اتفاقا اصلا تو مایکروسافت جایی کار گرفت بیرفت مثلا. گفتم یا احتمالا توی اون گروه اون چیه سیستم سکیوریتی دارن کار میکنن. نه یه چیزی بود که قرار بود بستای پستی رو ببره این ورون ور چی آمال آمازون که با چیز میبرد. نه همین مال ایران بهباد بود. چی بود؟ آها پهباد. پهباد بود. آره آره قرار بود که از موقعها که با از اینا قرار بود ببرن ما رو بودیم احتمالا رفته تو تیم اونا مثلا خرابیه اون قسمت تخصصی اون بنده خدا. خلاصه که چیز شد دیگه، چی بهش میگم، تا اینکه ما حالا اینم یکی از خاطرات تحصیلی ما، تا اینکه دیگه اون موقع هم که توی علی‌آباد که سه تا رشته هم که بیشتر نبود دیگه، یا بعد میرفتی ادبیات یا بعد میرفتی تجربی یا ریاضی، کلن این سه تا حالت بود. و دیگه از اونجا که من مثلا از نظر خانواده ادبیات که نه تو درست خوبه مثلا اینطوری اینا، و توجیه بود مثلا، و البته تمام مامانم خاله هم اینا همه دبیر ادبیات هم کلهم، یعنی فامیلی. بعد دیگه تجربی هم که من اصلا اسمای زیست رو یاد نمی گرفتم، یعنی سال اول و اینا هرچی اسم میکردن یه اسمای طولانی می دیدم اصلا خودم می دیدم اصلا بلد می دیدم واقعا، یاد نمی گرفتم. فرهادم هم چه بوده؟ گزینه‌مون ریاضی دیگه، یعنی اینجوری من انتخاب رشته کردم در با میتونی که بگم من چه علایقی دارم و چیکار دوست دارم بکنم اینا نبود کلا. من حذف گزینه کردیم بیشتر تا آره در اون بر انتخاب بکنیم. اگر ریختم از کنار مثلا ببینم چی میمونه آخر، چه رشته مثلا آخر میمونه من میتونم برم. خلاصه هیچی دیگه، ما اینا رفتیم ریاضی و بعد خب بعد دیگه اون موقع هم که دیگه بازم میگم مثلا کلاس کنکور و اینا، ولی بازم طبق معمول بابام که چون نه شما بخونین اشکال نداره، بنده خدا دیگه مثلا حتی من سرویس هم داشتم که منو میبرد گرگان کلاس مثلا که وقتم گرفته نشه، مثلا برمیگردوند خونه علی‌آباد اینطوری دیگه درس، یعنی واقعا درس میخوندم. و همونجا هم فکر کنم شماره چش من که اولین بار ضعیف شد یه نمره سر کنکور لیسانس بود که شماره چشم ضعیف شد، و آره یه نمره دیگه شم سر فوق لیسانس چون ادامه ندید دیگه. آره کنم خدا رو شد دیگه پایه های علمی تموم شد بگرنم هیچی نمیدیدم احتمالا. بعد هیچی دیگه تا اینکه کنکور زد و اون موقع هم رتبم که اومد رتبم فکر کنم 300 شده بود، آره 300 منطقه. البته من یه سال پشت کنکور چون که من نخوندم با این ایده که بشینم سر فرصت بخونم و اینا، که بعد اون موقع خیلی محدود بود، بعد منطقه 1-2-3 و ظرفیت ها خیلی کم، رقابت خیلی وحشتناک بود و اینا. منطقه 2 بودید شما یا 3؟ نه دیگه علی‌آباد میشد 3 چون من علی‌آباد درس خونده بودم. بعد دیگه چیه منطقه کنکور؟ یه توضیح کوچیکی میدید برای کسایی که نمیدونن؟ ببین من شهرهای بزرگ مثلا تهران اهواز و اصفهان و اینا میشن منطقه 1 چون میگن مثلا امکانات بیشتر و اینا. شهرهای متوسط میشن منطقه 2، شهرهای کوچیک‌تر میشن منطقه 3. بعد درست. دانشگاه ها و رشته های دانشگاه یه سری ظرفیت مشخص برای هر کدوم از مناطق دارن. برای مثال مثلا رتبه‌ای که توی منطقه 3 مثلا عددش با رتبه منطقه 1 برابره ارزشش بیشتره. چرا؟ چون توی منطقه 3 مثلا اون رتبه رو آوردن سخت‌تر از اینه که توی منطقه 1 بیاری. یه سری مزایا قائل می‌شدن مثلا برای مناطق 2 3. آره ولی خب تعدادی که از اون چیزی میگرفتن بیشتر بود مثلا از منطقه 1 و اینا باز به نسبت، ولی خب شاید اگه مثلا چیز بود ماها جای بهتر قبول میشدیم به نسبت منطقه 1 و اینا، مثلا با یه رتبه یکسان اونی که از منطقه 3 بود جای بهتری قبول میشدیم. آره میخواستن یه توازن ایجاد کنن بین حالا امکانات و در واقع رتبه‌ای که شما میگید. نمیدونم الان هم هست اینطوریه منطقه 1-2-3؟ من نمیدونم الان، تا زمان من که بود من 89 کنکور دادم. آره خلاصه دیگه بعد اینطوری چون که من میگم منطقه بندی بود و اینا، بعد منم میخواستم که چیز باشه دیگه، یه سال پشت کنکور بودم واقعا. خب درس خوندم، واقعا درس خوندم اون موقع، بچه خوبای درس خون بودم که فقط مثلا کتاب میشناختن و میرفتن کلاس و اینا، واقعا خودم راضیم الان میگم چقدر بچه خوبی بودم اون موقع. از من بعیده
خلاصه که دیگه هیچی دیگه بعد زد و من موقع انتخاب رشتم هم حتی من یادم حتی مهندس شیمی هم بلد نبودم، اصلا نمیدونستم چی میشه که حقیقتا یه هفته مونده به کنکور من شیمیم خیلی بد بود، یعنی انقدر که مثلا من تو امتحان نهایی شیمی شده بودم 14، مثلا بقیه درس مثلا همه 20 19 20 مثلا این شده بود 14، انقدر درسم 14 که من میزنم به دیوار نمره بگیرم. نمیدونم چطوری، بعد حتی به معلمم هم میگفتم بودم وای من بمیرم، من مثلا دیگه شیمی تو زندگیم نمیخوام ادامه بدم، اینطوری بعدم میومدم اصلا بلد نبودم. بعد آقا ما یه هفته مونده به کنکور دیدیم که این نتیجه های از این آزمون هایی میرفت تستی شرکت میکردی و اینا سنجش و اینا. آره من از حتی بخواه از این قلمچی هم شیدی شرکت نکردم، خیلی هم دوست داشتم بگم که مثلا من شرکت کردم، تو علی آباد نبود موقع، بعد من هم تست نمیکردم، بکنم سازمون سنجش فقط یه دو سه تا تز میذاشت امتحان سنجش سه تا داشت قبل کنکور. آره از کل کتابا میگیره. وای جدی یاد کنکور گفتم چی داستانا بود خودم. الان که دارم فکر میکنم این سه تا نمیدونن کنکور چیه. اینجوری شما رو نگاه میکنن اینا کنکور ندادن. این سه تا که سه تا چیست؟ اصلا نمیفهمن که کنکور چیه. نصف روانپریشی یعنی تو جامعه رو نداریم. با داستان کرونا چیکار کردن کنکور امسال رو انداختن عقب یا نه؟ خبرش نه میگن که قراره برگزار شه. آره جدی هم نهایی هست. هم کنکور قراره باشه. منم شنیدم که میگن هست اینطوری که چیزا رعایت فاصله گذاری هوشمند. من خواهرم موقعی که ایران بودی من خواهرم کنکور داشت و بودم تو حال هوا دیدم، ولی خودم تجربه شخصی نداشتم، ولی نه به صورت شوخیه. آره من صندلی شکست یا اینقدر که نشستم بودم درس میخوندم یه صندلی رو من شکوندم، دقیقاً اینجوری هم میکردم درس میخوندم ولی شکست اصلا از پای بس خانواده از ضرر شده. نه این ضرر رو اینطوری مشکلی نبودم، مشکل نبود فرزند گلم مثلا اشکالی نداره در راه علم و دانش مثلا یه چیز باشه. بعد هیچی خلاصه اینکه میگم گفتم بعدش این نتیجه سنجش هم اومد دیدم شیمی خیلی دوغونه مثلا، یعنی اصلا در مقابله با بقیه درصد هم و اینا. اما نشستیم یه هفته آخر رو فقط حفظی های شیمی رو خوندم، هر چیزی که حفظ کردنی بود من خوندم، یعنی فرمول مرمولا رو دیگه گذاشتم کنار رو گفتم با همین حفظیاتش رو بخونم. از شانسم موسا زد و سوالای شیمی همه حفظ کردنی ها و اون چیزایی که من خونده بودم اصلا نمیدونم چرا، بعد من مثل پلنگ میزدم سر جلسه اصلا نمیدونم خواهد، یعنی 85% من کنکور شیمی مثلا خودم هم اینجوری مونده بودم که منی که مثلا به زور از 30% توی تستا همه مثلا چیزی اومد من چه شکلی یه 85% زدم، یعنی واقعا اون یه هفته خوندنه که کمک این نتیجه سمی هم واسه کنکور یه هفته درس میخوندم کافی بود، نیاز نبود یک سال پشت کنکور بمونم درس بخونم. از شب امتحان درس خوندن جواب میده دقیقا. دیدیم مثلا دی بعد از اون درس عبرت شد که بی خودی الکی عمرم اینجوری هدر ندارم هی بیارم درس بخونم، کلا همون لحظه آخر یه نگاه بندازم هرچی شد شد تأثیری به حال من نداره حداقل. خلاصه هیچی دیگه زد و بعد اون موقع هم انتخاب رشتم فکر کنم یکی از همکارای مامانم پسرش اون موقع فوق مثلا تهران دانشگاه تهران درس میخوند تو اینا مثلا جزء فریخته های گتول بود و اینطوری، بعدش گفتن بیا با این مشورت کن که مثلا چی مثلا انتخاب رشته کنی و اینطوری. آقا زدم مهندس شیمی، اون موقع هم چیز بود کار نفت و اینا خیلی بود تو دوره خاتمی بود فکر کنم، نمیدونم کی بود اون موقع سال 82 فکر کنم اون موقع بود که دیگه همه میزدن مثلا مهندس شیمی خیلی رو بورس بود. بعد دیگه ما از شیمی دانشگاه تهران قبول شدیم و وقتی هم که اومدم تهران از اولی خاطرم اینو بگم که بابام صبح مثلا گفت که بیا بریم با هم مثلا منو قرارشون با وسیله ها ببرن مثلا تهران و اینا، بعد منو بابام رفتیم فقط، بعد منو گذاشتن در خوابگاه، خب دخترم مواظب به خودت باش و ماچو خداحافظ برگشت گفتم میری همین مثلا، یعنی اومد دم در از دلیا بود رفتیم مثلا 8 ساعت را تا مثلا جلوی در خوابگاه و بعد وسایلم گذاشت جلوی در و خب من برگردم علی آباد خداحافظ کار نداری رفت. خلاصه رفت و ما فرداش می‌خواستیم بریم دانشگاه، بلدم نبودم که مثلا دیگه از شهرستون اومده بودم هیچ بلدم نبودم. آقا ما رفتیم دور میدون انقلاب دیگه دیدم گم دارم میشم که مثلا کجا من الان، بعد یه آقا رو گفتم ببخشید آقا دانشگاه تهران کجا، سال مثلا کنار این نرده های دانشگاه تهران واسده بودم نمیدونم سال بودم خودم مثلا هنوز که یادم میاد دلم میسوزه واسه خودم یه چقدر گناه داشتم یه چی دیگه بنده خدا گفت این دانشگاه تهرانی دیگه، ها مرسی مثلا فلان شدم اینجوری تلک تلک رفتم تو دانشگاه.
بعد هیچی دیگه، یه 4 سالی هم اونجا خوش گذروندیم در واقع. به جای درس خوندن خیلی دوست داشتم درس بخونم، ولی فرصتش نبود. از... ولی خب از گفتم افتخارات هم این بود که من هیچ درسی رو تو دانشگاه فنی نیفتادم. یعنی من به همیشه به همه میگم که من هیچ درسی رو نیفتادم، یعنی به فنی نیفتی خیلیه، ولی 10 و 25 اینا هم زیاد داشتم صادقانه بود. و یعنی همیشه همون گفتم که یه درسی یه نمره یه چیز میدادن، خطای تحصیل میدادن به همه، یه نمره 1.5 نمره همه رو میبردن بالا، چون زیاد بودیم تعدادمون، کسی اعتراض اعتراض چک نمیکرد. ببینید بعد بگید ایران بعد اینجا اتفاقا کرو میکنن میارن پایین، یعنی من یه 2-3 تا رو به خاطر کرو کردن افتادم اصلا. این واقعا یعنی تا الان که هر چیزی من دیدم واقعا تصحیح کردن. بعد میام مثلا دانشجو میشینه مثلا کنارش با هم مثلا بحث میکنیم اینجوری، گفتم وای فکر کنم مثلا ما تو دانشگاه تهران اینجوری 1000 نفر میرفتیم پیش استاد میگفتیم پرتمون کردن در میریم برو ببینیم بابا. نه اینجا اگر که نمرات از یه حدی بالاتر باشه میارنش روی میارنش روی در واقع نمودار و میارن پایین. تو استرالیا که اینطوری بود میگفتن که آره میگن که مثلا نباید آره نمره ها باید مثلا میگن که توی سال مثلا توی یه همچین درسی اوریج نمره ها باید بین مثلا جمع 80 تا 90 باشه، اگه تعداد بیشتری بالای 90 باشن میارن پایین. جدی؟ آره این بعد ما دو سه تا رو اینطوری به خاطر رفتن رو کرف متاسفانه افتادیم. آره خلاصه هرچقدر که درس بخونیم میخوام کمش کنم، رزوز رو هم کم بگیدی. اینا که میگن شوخی ها، اینجا انقدر نمره به همه میدن اصلا رنج نمره ها قابل مقایسه با ایران نیست. اینطوری نبوده، نه ما برای هر اینجا واقعا سوال آسونه بابا، بعدش هم اینقدر نظری تو سر درسی که ما خوندیم گوش بدید یه گلم مثلا گوگلی مگلی اینجوری منم با مثلا ایران اینجا اصلا سلامت روان دانشجو مطرحه. تو ایران سلامت روان دانشجو اصلا اهمیت نداشت. وای آره بابا مثلا چیز وحشتناکی بود، فنی اصلا افتضاحی بود، اصلا استادا همه مثلا پیر و خسته و اینا مثلا چیز بودن، مثلا چی میگید واسه خود استادا عقده ای، یه سریاشون قشنگ عقده ای. مثلا ما استاد داشتیم میرفتیم سر کلاس این چیز نمیکرد، اسلایدار رو آپلود نمیکرد، میگفتش که باید بری کتابو بخونی، نمیذاش حتی عکس هم بگیری، میگفتش که ما داریم ما داشتیم آقا اینجا هم هست، من نمیدونم چه اسرائیل. من فکر کنم فوق لیسانس ما همین داشتیم، مثلا کارون و شیما تجربه اندرگراد رو نداشتن بیرون ایران، فکر میکنم گراد اسکول اومدین دیگه، کارون هم گراد اسکول اومد. ما هم واقعا تو اندرگراد این بیرحمی ها به ما میشود. نه حتی من توی فوق لیسانس هم همین اتفاق افتاد برام. ما من اینطوری بگم، ما یه معلم داشتیم اینطوری بود که اگر آقا دعوا بیشتر از یک ده نه من میخوام بگم اینطوریه دیگه گوش بدید، و ما چیز کردیم و ما حتی مثلا ما ریپورتش کردیم اینطوری بود که اگه 1 دقیقه دیر بیای اول که رات نمیده و بعدم جلوی همه مثلا خدای چی بود فکر کنم ایرپورت منیجمنت بود، مدیریت فرودگاه بود، اینطوری بود که اگر که مثلا 1 دقیقه دیر بیای جلو همه شروع میکرد واقعا فوش دادن و اذیتت میکرد، مثلا توهین میکرد که آره توهین میکرد که داری مثلا وقت منو گرفتی و نمیخوای درس بخونی و برو بیرون و اینا. البته من استرالیا رو شنیدم که یه خورده سیاستای انگلیسی تور و اینام دارن که و یه دختره بود که یه دختر آسیایی تور بود که مثلا این واقعا مثلا این شروع کرد درس دادن اومد تو، بعد اصلا انقدر سرش داد زد که گریه کرد دختره رفت، اصلا همه مونده بودیم توهین و اینا که بعد حالا ما همه ریپورتش کردیم. نه بعد اسکاندیناوی رو نباید مقایسه کنیم خدای اینا، همه دیدی دیگه مثلا با هم لطیف مثلا آره چرا استرس وای واقعا سر روزای اول که من اومده بودم مثلا اینجوری بابا اینجا چه خبر، چرا هیچ کی کار انجام نمیده، همچین همچون بعد چرا استرس داری آرام پیش میریم. خجالت کشیده بودم از خودم، خدای چه مثلا قشنگ روی ایرانی توری مثلا اومدم این وسط اینجا دیگه، حالا هم دیگه من مثلا خودشون شدم ویلکم بابا مثلا انجام میدیم، حالا چه استرسیه چیزیه. ولی آره خب نه داشت میگفتی من شنیدم استرالیا هم یه خورده یه چیز دارن، چون که من دوست مستم هم اونجا هستم شنیدم که چیز یعنی بعد خیلی هاشون هم مثلا حتی محیط های کارشون هم اینجوری هم، شاید به ظاهر مثلا قرون صدقت برن، ولی از اینان که قشنگ بعد مثلا ممکنه زیرا به تو بزنن و محیط کار من برخلاف بقیه جا خیلی خوب بود تو استرالیا، همیشه من ازش تعریف میکنم، جای واقعا اولین بار بود که من با محیط کار خارجی آشنا شده بودم و
مثلا همین بود که مثلا ریلکس باش و مشکلی نیست و مثلا ساعت 5 به بعد دیگه همه بیاین آبجو بخورید و فلان. یه حرفا قشنگ یه جای جا افتادم اونجا واقعا برای خودم. ولی خب میگفتید من دیگه ادامه نمیدم کارون مثل این که کجاش بودم یادم رفت. خلاصه هیچ دوره لیسانس بودم. نه شما داشتی میگفتید. آره خلاصه آره هیچی دیگه. ما لیسانس رو کنن لیسانس شادی و خوشی و اصلا همین چیزا گذشت دیگه، تا اینکه دیگه دوباره شد کنکور فوق و آمد. به اون موقع میخواستم من اون گفتم که آقا من از ایران برم مثلا واسه فوق و اون موقع نذاشتن مونم که یعنی نذاشتنم اولا که یه گزارش بود که واقعا پول نداشتیم، چون که یعنی من اگه میخواستم برم که فوق اصلا فاند گیر نمیومد که من چیز کنم. بعد اون موقع مونم یا نه و هنوز اون موقع انقدر جوش جا نیفتاده بود که مثلا این بره و راحت باشین و نه و خدای تو این سن کجا بیرت اول فوق تو بگیرد دکترا هر جا خواستی برو. بعد حالا هی من از اون ور اصرار که تو رو خدا بذاری من برم. و بعد تو دانشگاه تهران هم میگم اون موقع دیگه یعنی تقریبا همه بچه ها رفته بودن، مخصوصا بیشتر واسه فوق و اینا میرفتن. بعد منم خب دیگه جوگیر شدم نه منم برم و حالا زبان و اینا نخونده بودم مثلا که نه من فقط برم. بعد اونا میگفتن که نه نباید بری. خلاصه این وسط هی بحث و اینا که من برم و نرم دیگه شد یهو خورد به منیزی بابا که یهو دیدیم که نصف بدنش از کار افتاد. بعد نصف بدنش از کار افتاد و بعد ما فکر کردیم که اول مثلا سکته ای چیزیه که دیگه با تست و اینا متوجه شدیم که تومور مغزی بدخیمه. یعنی جوری هم بدخیم بود که گفتن 6 ماه بیشتر زنده نمیمونه اینجوری، فقط شما اگه دوا و درمانش رو انجام بدین میشه 2 سال زنده میمونه، یعنی که از باشه با دوا و درمان. حالا دوا و درماناش چه شکلی بود؟ اون موقع یه سری مثلا شیمی درمانی اینا نداشت، یه سری قرص بود، هر 3 هفته یک بار باید اون قرصا رو میخورد، 5 تا قرص بود و اون قرصا اون موقع مثلا سال 87 اونطورا بود دونه 500,000 تومان بود. یعنی هر 3 هفته ما فقط باید 2.5 میلیون پول فقط قرص و این وسط مثلا هی باید میومدیم رادیوتراپی تهران و بر میگشتن و اینطوری. خلاصه بعد از اون طرف هم چون بابام اینطوری مریض شد مغازه هم نمیتونست بره، بوتیکه لباس چیز داشت و اینا لباس مردونه و اینا دیگه نمیتونست مغازه هم بره و یه عالمه چک هم داشت که به خاطر لباسا و اینا، یعنی اون موقع کلی هم چک داشت. از اون طرف هم توی علی‌آباد اینا طرح عریض‌سازی جاده خیابونا رو داشتن، بعد مغازه بابا افتاده بود توی طرح و شهرداری گیر داده بود ما باید اینو خراب کنیم و ما از اون طرف میگفتیم و پولی هم که میدادن مثلا یه پول کمی مثلا به عنوان سرقفلی و هرچی چیزایی. خلاصه یعنی ما اون موقع شرط اقتصادیمون خیلی بد شد، خیلی جوری که من گفتم که دیگه واسه کنکور فوق که داشتم درس میخوندم گفتم هر ترجه شد فقط روزانه بزنم، یعنی اینکه دیگه حتی به شبانه و اینا شبانه چون رتبه هم که اومد به شبانه های دانشگاه تهران و اینا میخورد، ولی چون که میگم اون موقع خیلی خرجمون زیاد شده بود و ما در واقع پول نقد نداشتیم که اصلا اینقدر بخوایم که چیز کنیم، یعنی گذران زندگی در واقع. یعنی اون موقع اگه براتون بگم برادرم هم بابا لرس میخوند، بعد اون بنده خدا میرفت خواهرم خونه میمون پیش بابام، مامانم میرفت مغازه جای بابام که مثلا فروش داشته باشه مثلا بتونه چکار رو تست کنیم، باز برادرم از دانشگاه میومد که باز اون بره مغازه مامانم تو خونه استراحت کنه. خلاصه اینجوری یه چیزی این وسط که بتونیم همه با هم کار رو انجام بدیم. بعد دیگه من زدم موقع انتخاب رشته هر چی روزانه بود که یعنی دیگه به گرایش و اینا بازم نگاه نکردم که آقا مثلا گرایش مهندسی شیمی فوق لیسانس هم دوست دارم این باشه دوست دارم اون باشه اینا، نه در حالی که اون موقع هم خیلی مثلا گرایش فرایند و عملیات و نمیدونم اینا ترمودینامیک و اینا توی فوق لیسانس داشت مهندسی شیمی خیلی بودن و همه میگفتن وای باید گرایشت این باشه که کار بتونی گیر بیاری وگرنه که کار گیر نمیاری. ولی خب میگم من یعنی من بیشتر به خاطر که چون واقعا پول نداشتیم که پول دانشگاه شبانه رو بدم دیگه زدم هرچی روزانه های تهران و بعد از اونم دیگه شهرهای بزرگ و اینا رو که زدم من چیز قبول شدم روزانه علم و صنعت
یعنی گفتم شاید بهترین گرایش مهندس شیمی که میشد صنایع شیمیایی معدنی، که یعنی اون موقع هم هر کی به هر کی میگفتم که صنایع شیمیایی معدنی همه چی رشته پوی چرا مثلا همچی چیزی دیگه. حالا من که نمیتونم مثلا جز کنم بگم که آقا من دلیل این بوده و فلان بوده و اینا، گفتم با حالا تو ایرانش چه فرق میکنه چه گرایشی خونده باشی، هر چیزی آخرش یا باید پارتی داشته باشی یا پول دیگه، کلا مثلا هیچ کی سر جای خوش که نبود. بعد خلاصه این شد که دانشگاه احمدی نشد. آره سر از اونجا در آخوش میتونم بیم میش وقت هم چیز نشد ببینیمش، یعنی اصلا نمیدونم کم سعادت بودید شما بود اصلا به خودمش افتخار آشنایی نداشتم. ولی نمیدونم جدی کدوم چیز بود، کدوم دانشگاه بود، گفتن شهرسازی بود، شهرسازی فکرم یه همچین چیزی بودن استاد درس میدادن. بله استاد دکتر میگفتن میاد درس میده. بله بله واقعا یادم که ولی خب دانشگاه این مثلا دانشگاه هم آباد کردن علاوه بر جای دیگه. او سال اولش خوب بود، دانشگاه خوبی بود، ولی سال دومش از این گشت ارشاد دادم در میذارم، ما میگفتیم ننه دانشگاه یا از اینا. بعد این ننه فقط گیر میدادن، بعد فقط یکیشون بود که عاشق شال و کلاه من بود که مامانم واسم بافته بود، عاشق طرح این بود، بعد به خاطر شال و کلاه خیلی منو دوست داشت، هر دفعه گفتم وای سلام کلاه قشنگ برو برو، مثلا حالا هر تیپی هم بودم و اینا اصلا هیچو نمیدونم، به خاطر اون شال و کلاه خیلی منو دوست داشتن. به لاک دست و اینا گیر نمیداد اون موقع بهتون؟ نه دستکش دست میکردیم. بعد آخری ها مثلا لو رفته بودیم، آره من چرا دستکش دستت میگفتم آره همین دانشگاه ما بچه هم گفتن دستکش رو در بیارید ببینید. آره بعد یه بار که اصلا خانمه به من گفت که خانم هم چرا روش زدی، بعد گفتم کجا من روش زدم، بعد پرسی شده برم واقعا نزده بودم، بعد گفتم من کجا روش زدم، بیا ببین بعد اینطوری چیز کرد، پس مواتو بده تو. خدا الان نمیدونی اصلا به چی گیر بدی، مثلا حالا که مثلا روش نداری مواتو بده تو، مثلا نمیدونی صبح اول صبح شما چه انتظاری دارید اومده یه حالا بگی دانشگاه اینجا فلان. اصلا اولش چیز بود آخه واقعا اصلا دانشگاه اینجا رو اصلا آقا دانشگاه اینجا عالیه. خلاصه هیچی دیگه، ما اونجا بعدش یه استادی داشتیم که فقط هم کار تو این گرش ما فقط کار سیما رو به تو میکرد، یعنی هیچ کار دیگه چیز نبود، یعنی هر فیل هیچ فیلد دیگه کار نمیکرد، فقط سیمان و بتون دیگه انواع. بعد اون موقع مثلا من به هر کی میگفتم که آره واسه تز فوق گفتن سیمان و بتون و همچین و اینا، وای تو یعنی چی شد این گرایش نشد که سیمان و بتون بدبخت میشه که تو مثلا چی، مثلا بعد منم استرس خدایا مثلا چه چیز شد. بعد اون موقع میگم از اون طرف هم جریان بابام بود که اونطوری شده بود، مثلا من هر هفته یعنی هر هفته میرفتم خونه که یعنی کمردرد کنم از اونجا شکنم، آره میرفتم کمک کنم. آره بعد از اون طرف باز دو روز میموندم، آخر هفته رو میموندم علی‌آباد، دوباره بعدش برمیگشتم میومدم دانشگاه که دست کنم. اصلا چیز افتضاحی، یعنی واقعا زیاد خاطره خوبی از فوق لیسانس هم ندارم که بگم که، چون خیلی زندگیمون اون بازه زمانی بد شده بود که میگم به خاطر هم مریضی، هم از اون طرف مغازه بابام، هم از اون طرف شاید چکاش. بعد البته میگم بازم الان هم که دارم فکر میکنم اونقدر چیز نبود، خود بابام چون آدم استرسی بود و اینا مثلا احساس میکردیم که چقدر موزل بزرگیه. خلاصه هیچی دیگه میگم، چون اون موقع اصلا بازه زندگی مثلا بازه زندگیم خوب نبود به خاطر شرایط بابام و اینا، بعد زیاد اصلا علم و سنت هم بهم خوش نگذشت حقیقتا اونقدی که دانشگاه تهران خوب بود. ولی دیگه هیچی، خلاص آقا ما این تزه رو دیگه به استاد گفتیم که بنده خدا خیلی مثلا استاد خوبی بود، دکتر علاوردی خیلی استاد خوبی بود، یعنی به نسبت استادهای توی ایران خیلی استاد خوبی بود که کمک حال دانشجو بود و اینطوری کمک میکرد. و بعد من مثلا به خاطر شرایطم بهش گفته بودم، مثلا اصلا مشکلی نداشت که مثلا من میرفتم یه موقع یکی دیگه کارم و مثلا تستامو بگیره، یه سری تستامو بگیره و اینا. خلاصه این هم از جریان فوق لیسانس ما. ولی خب ولی وسط های اتفاقای خاطرات هم هست که یکی یکی یادم میاد اگه بخوام حرف بزنم دیگه این بگید، اگر که خاطرات خوبی از دوران لیسانس و فوق لیسانس دارید برام بگید، چون که ما که داریم لذت میبریم. خب از خاطرات بذارین اینکه خنده دار بگم، یا اون یکی از خاطراتمون که واقعا هنوزم با یکی از دوستان میخندیم چیزه، اینو که هیچکی نمیدونه، خودم فقط از بود که من اولی که اومده بودم واسه لیسانس، بعد میدیدم که این ملت
خب موبایلم خیلی کم بود خب که من بابام تازه جایزه لیسانس برام موبایل خرید موقع. بعد میدیدم که اینو دارن خدای موبایل ها رو گرفتن دستشون بکترن که چیزی مینویسن. یعنی چی مگه میشه با موبایل چیزی نوشت؟ بعد ببین رومم نمیشد از کسی بپرسن که خدای اینا اصلا چی کار دارن میکنن که چیز باشه. آخری کسی هم نمیدونم کیو دیدم کشیدم که اینو فکرم خوده خیلی مثلا سعی میکردم مثلا کلو بی تفاوت بپرسم که مثلا زایه نباشه که مثلا چیزی بعد بودم که این الان که می نویسین چی مثلا چه چجوریه اسمس میدیم دیگه بعد من گفتم ها بعد موقع اصلا من حتی نمیدونستم فدیده به نام اسمس هم وجود داره ها چیزی بعد من گفت اسمس بعد من گفتم باز اولا یعنی چی اسمس و اینا رو گفت یعنی می نویسی مطرتون چیزتون می فرستی میره به شماره طرف یعنی فقط با نوشتن مثلا چیزی تو همون مایه های ویروسه بود که واسه من رو دقیقا یعنی هنوز که یادم بیاد بازم میگم آخه ای دلم مثلا چقدر مظلوم و مثلا نیست بودم. خلاصه یکی از چیزهایی بود که واقعا من بعد از ورود به دانشگاه فهمیدم که به هم دیگه میشه اسمس داد. یکی دیگه شم این بود که شما چشمتون به اسمس باز شد بعد دیگه همون موقع نه بعد یادم باید ثبت نام میکردی که مثلا بله اوائل آره مثلا چیزم نبود اولی که خط رو میخریدی اسمس در خود نبود بعد میرفتی تو لیز بعد مثلا جوزف چیزای فاخر بود مثلا یه هم مثلا وقتی که بس میشد اسمس دوسته پوز دادم مثلا به یکی میزدی که خب چه خبر مثلا چقدر من موبایلم قد شد سرم این اسمس ها که صد اون موقع صد هزار تومن پول فیش تلفنم میومد سر چه شوبر جوک میفرستادیم دیگه اون موقع خب چیزی که نبود که مثلا واسه مثلا این بچهای کلاس مثلا اونا دیگه مثلا که چیز بود خب چه خبر مثلا تو خوبی مثلا خدای الان دارم فکر کنم چه پولایی دادم مثلا عصبی میشم یادم در راه درس و دانشگاه بوده از خیلی من پرتلاش بوده موقع. شما گفتین که بر ما هفته پیش داشتیم حالا یه صحبت کوتاهی با هم دیگه داشتیم گفتین که دوره خیاطی هم میکردین قبل از دقیقا این موقع بین لیسانس و فوق لیسانس هم بود که همزمان که چیز بود واسه کنکور میخوندم من کلاس خیاطی هم ثبت نام کردم توی همه علی‌آباد ثبت نام کردم بعد من کلانم از اونجایی که میگم تمرکز نداشتم و بازیگوش بودم و اینا هر دفعه موقع هر کنکوری بعد میرفتم علی‌آباد قشنگ میشستم تو خونه درس میخوندم وگرنه اینطوری با اینکه آقا مثلا برم کتاب خونه بشینم مثلا خیلی فرهیخته درس بخونم اینا نبودم کلا. بعد اومدیم بازم رفتیم کلاس خیاطی اس نوشتیم گفتم که من خیلی دوست دارم و اینطوری و بعد مرحله مقدماتی و اینا خیاطیمو بین لیسانس و فوق لیسانس رفتم یعنی اینجوری که مدرکم گرفتم هنوز اون موقع چون مدرکم زیاد نرفته بود بالا خب مثلا منطقی بود خب حالا لیسانس گرفته کارم که پیدا نکرده اومده مثلا یه خیاطی یاد بگیره و به دردش بخوره تیپیکال نظرهایی که تو ایران آدم میشنوه آره دیگه این مثلا حالا اون موقع میگم بازم لیسانس بود زیاد چیز نبود تو اینکه شد بعد فوق اگه یعنی داستان زندگی من اصلاش بعد فوق شروع شد که من فوق لیسانس رو گرفتم و به خدا اصلا بس از وقت یادم میاد و چی توفانه اصلا من چی واقعا چی فکر میکردیم که الان که دارم یادم میاد یه بار بازدید ما رو بردن پالشگاه تهران بعد منو با دو تا از دوستام راه ندادن تو بس چون که آستینم اینجا بود خب آستین مونتوم در این حد بود منو یکی دو نفر دیگر رو راه ندادن بعد استادمونم ما رو گذاش توی اون انتظامات بین اون همه آدم ها اصلا هیچ چیزی وحشتناکی بین اون همه خودش رفت با دانشجو بعد دانشگاه تهران کجاست وسط بیابونا اصلا نمیدونم کجا هست که وسط بیابونای خلاصه آقا ما رو گذاشت اونجا و ما با اون انتظاماتی ها بعد هر کدوم از اونا میومدن بعد شما رو راه ندادن و اینجوری هم مثلا هیستور هم نگاه میکردن مثلا سرتاپاتو بعد منم عصبی شده بودم که بعد میگفتم بعد روپوش آوردن که خب پس روپوش بپوشیم بریم گفتم من روپوش نمیپوشم همین الان تاکسی بگیرم من میخوام برگردم دانشگاه بعد خلاصه ما اونجا روپوش نپوشیدیم تاکسی گرفتیم برای ما رو راه ندادن بعد ما رفتیم بعد استادمون هم مثلا انگار نه انگار که مثلا ما وجود داشتیم سه تا دختر بودیم ما رو اونجا ول کرده بود واسه بیابون رفته بود بعد منم وایسادم دانشگاه که فکر کنم الان چرا داره رانتیز میده آها خلاصه منم رفتیم دانشگاه منم گفتم وای میسم تا این بیاد من تکلیفم رو معلوم کنم بعد
وایسادیم ساعت تقریبا 2-3 شد که استادم و دانشجوها مخصوصا دخترها دورش و سلانه سلانه و شاد و خوشحال و بگو و بخند با اون و یکی و اینا جلوی در فنی ظاهر شد. من همینجوری عصبانی این شکلی دست بکنم هر قشنگ واسدم یادم نمیاد. گفتم تو به چپ ما رو گذاشتی رفتی؟ تو فکر نکردی اگه اتفاقی برای من میافتاد اونجا اون وسط اون همه نمیدونم چی منو گذاشتی رفتی و ما رو گذاشتی رفتی؟ فکر نمیکردی که مثلا اگه من تاکسی میگرفتم تاکسی ما رو برمیداشت میبرد نمیدونم تا کجا؟ تو واسه جواب پدر مادر من چیکار میکردی؟ نه بدبختت میکردم فکر میکردی پدر مادر من. خلاصه این چی شلوغ شستین گذاشتین کنار بنده خدا رو. یعنی بعد جوری شده همه حلقه زده بودن دوره ما و یه همکلاسیام هم نامرده از اون طرف بودن بیشتر مثلا هیجانشو بده بالا بعد منم جدی شده بودم اون وسط هم یهو یادم اومد واقعا عصبانی شده بودم قلقلم عشق میریختم که چیزه چرا من اونجا ویل کردی؟ یعنی اونجا اگه فکر میکردی اصلا یعنی بعد اونا بودن بیشتر که اصلا فکر میکردم حالا دارم ادا در میارم حالا من واقعا گله گله واقعی عشق میریختم اونا میگفتن که فیلم کردم دارم ادا در میارم. خلاصه هیچی این از دانشگاه. بعد دیگه لیسانس و فوق لیسانس که من چقدر اگه خیلی پرت و پلا حرف میزنم بگین نه حالا در مورد این صحبت کردین گوشن تو انتظامات. ما یه دفعه ما شیراز بودیم میخواستیم از شیراز بیایم تهران من و خواهرم بودیم قرار بود که بریم سوار هواپیما بشیم بعد خب جدا میکنن و میگردن و اینا خواهرم رفت تو قسمت بانوان من تو قسمت آقایون. من اومدم بیرون دیدم که خب خواهرم نیومده بعد همینطوری خب وایستادم و اینا بعد دیدم که مثلا یه سر از اون لا اومد بیرون خواهرم بعد گفتش که میگه شلوارت زخمیه زخمیه خلاصه خواهر من یه ذره سر زانوش واقعا از یه بند انگشت مثلا یه خط اینطوری مثلا پارگی داشت اون نوک بعد میگفتش که الان باید مثلا چیز کنی آره بعد میگفتش که ما چمدونا رو داده بودیم یعنی این بعد از این بود که چمدونا رو داده بودیم خانم من الان از کجا چیکار کنم واقعا الان زخمیه. خلاصه مجبور شد که یه دستمال بذارد روی اون قسمت از تو بعد دیگه ما اجازه داره که ما رندش تعهدم میدونست آره خدا رو شکر به تعهد ما نرسید ولی ما هم این چیز زخمیه رو یه بار دیدیم که من با ترم این که شلوار زخمیه آشنا شدم باشه میومد یارو اینجوری مثلا وای تو که آرایش هم داریم خب شد نگاه نکن ببین عصبانی شده بودم اونجا گفتم من نگاه نکن فلان شده عصبانی خیلی عصبانی بودم یعنی خیلی بد بود اونجا هنوز که یادم میاد واقعا تجربه خیلی بدی بوده چه مثلا که چی مثلا حالا آستین من تا اینجا بود یا نبود مثلا حالا میرفتم تو نمیرفتم چی میشد اصلا عصبانی خیلی عصبانی میشه وقتی یادم میاد که چیز باشه این ماجراها اتفاق افتاده بود. در مورد پرسه زبان خوندنتون هم برام میگه خیلی ها سوال پرسه بودن که همه دوست دارن خب حالا بدونن که یه نفر چجوری زبان خوندن رو شروع کرد بعدم تونست حالا توی دانشگاه معتبر حالا درس بخونه بعدم تحصیل بده. پرسه زبان خوندنتون چطور بود؟ فقط با کلاس و اینا بود خودتون خوندین یا اینکه چطور؟ آره من کلاس رفتم من کلاس اون موقع چون که آیلتس میخواستم بدم واقعا بعد... کلاس میرفتم بعد دیگه خودم هم خیلی کتاب و اینا داشتم من واقعا زبان خوندم چون که من زبانم خوب نبود اونقدر یعنی اگه بخوام مثلا شاید مثل خیلی ها بودم که زبانشون خوب نبود بعد به خاطر همین اول بوقه که تموم شد باز دوباره من خیاطی رو دوباره شروع کردم این وسط هم زبان میخونم هم خیاطی که امتحان آیلتس بدم بعد این چیز بود زبانه رو کلاس میرفتم خصوصی مثلا مکالمه البته اون اول علیاب هم علیابات میرفتم یه سری کلاس های خصوصی و اینا بخاطر همین گرون نبود اونقدر که بگم که مثلا کلاساش چیز بود ولی بعدا یه سری دورهای فشرده رفتم یه سری یه چیزی هم بود مال بی بی سی بود بی بی سی لرنینگ همچی چیزی بود فکر میکنم 6 منت بود همچی چیزایی بود بعد اونا مثلا اپیزود داشت فقط حرف میزدن بعد من اون اپیزود رو مثلا میذاشتم که فقط حرف بزنن اونا ولی من خوندم یه مدل خوندم که فقط آیلتس بگیرم مرین حقیقتش یعنی این که خب خیلی فرق میکنه تکنیکش با این که تو واقعا وارد جامعه میشی و مثلا میخوای حرف بزنی و مثلا بازیت کنی و موقع های امتحانی خیلی مدلش فرق داره بلد. یعنی تو من کلاس آیلتس که میرفتم مثلا معلم زبانم خب چیز میگفت
نکاته که مثلا واسه رایتینگ چه چیزایی، یه سری مثلا جمله ها رو میگفت که اینا رو حتما تمپلیت به کار ببر، آره مثلا اینا رو حتما چیز کن. و خب اگه مثلا از اینایی بود که دو تا نظر موافق داری دو تا نظر مخالف داری این شکلی بنویس، اگه مثلا دلیلی بود اینطوری بنویس، یه سری مثلا به قول شما تمپلیت بود که بعد همونا رو چیز می‌کردی. اصلش مال موقعی بود که اومدم اینجا، به نظرم که تازه اینا زبان چیز نبود، زبان اولشون نروژیه. خب البته انگلیسیشون همه خیلی خوبه در حد اینه که مادرزادی زبان، آره دقیقاً مثلا یعنی نیتیو واقعا بچه‌هاشون حتا. و خب اون موقع بعد چیز بود مثلا تلفن حرف زدن همینجوری چه من استرس هست، تلفن خیلی سخته مثلا حرف زدن، اینا یعنی که فوبیای تلفن دارن، تلفن هراسی دارن واسه جواب دادن. بعد مجبور بودم موقع واسه خونه زنگ بزنم، چیز میگفت مثلا آخرش بودم خواهش میکنم مرسی، واسه تا فارسی حرف میزدم اساس خوب نمیدونم که چیز حالا انگلیسی شون که یارو به چی مثلا اما اول که نروژی بود مجبور بودی ببخشید میشه انگلیسی حرف بزنین، حالا انگلیسی یکی مثلا فارسی هم واسه طرف حرف می‌زدم. مشکل اون با فارسی بلد باشه، زبان به هر حال پویا و خوبیه فارسی، اون طرف هم فارسی بلد می‌بود، مشکل اون بوده. آره من بالا ما به من چه مثلا خیلی می‌زد با یه حالت چیز با شما بلد نیستیم مثلا ناراحت می‌شه. ما فرزندان کوروشیم چرا خبر بلد نیستی که فارسی حرف بزنی؟ دیدی ما آریایی ها مثلا همه چون که بله ما مامانم اینجا یه خاطره چیم اوائل که اومده بودیم مثلا شاید دو سه هفته بود ما اومده بودیم، خب اینجا زیاد میان در خونه، مثلا موقعی که خونه بود در میزدن میخواستن چیزهای مختلف بفروشن و مثلا چه میدونم یکی اومد میخواست مسیحیت بکنه، خیلی از این صحبت ها و این گفتگوها زیاد بود دم در. من یادم ما یه خونه توی در خونه که زندگی میکردیم اینطوری بود که پنجره اتاق من دقیقا رو به خیابون بود و زیر در، یعنی در هر کی میخواست بزنه و میواست از زیر اتاق من رد میشد. بعد مثلا صبح زودم و مثلا 8:30 صبح بود و اینا، من یه دیدم که مامانم یه صداهایی داره میاد از دم در و مامانم فقط داره یه سونو جواب میده، بعد نسبت به لحن طرف مامان من یه سونوش عوض میشد، یه از مامان را گفت یس یس نو این بد خاطره مثلا من دم این 2 دقیقه داره مثلا طرف یه سری زیایی که توضیح میده مامان من یس یس یس، بعد تا یه زیو میاره جلوی مامان من نو، بعد یه خورده رفتم پایین دیدم میخواد به مامان کارت سوخت بفروشه و اینا، گفتم آقا بفرمایید 8:30 صبح خلاصه مامی همچی چیز رو داشتیم. من اینطور که من داشتم باش صحبت همون میکرم بودم مادر من شما فقط با لحنهای مختلفش یه سنه های گفتی. مامان من یه بار اینجا بود، بعدش من سیم کارت اساس خریده بودم، شماره من هنوز توی این چیزا حذف نکرده بودم، بعد میگفتی که شمارت نشون داده نشه وقتی سرچت میکنن، اگه پیدا بشه شمارت از شرکت تبلیغاتی خیلی زنگ میزنن. درست. بعد اون شماره که مال مامان داده بودم دست مامانم، بعد من از دانشگاه اومدم و دیدم مامانم با استرس میگه که شما به این گوشی یکی زنگ زد با تو کار داشت. بعد من گفتم که مگه جواب دادی؟ آره جواب چیز کردم. گفتم مثلا کجا فهمیدی با من کار داشت؟ ولی نفهمیدن چی گفت. گفتم مثلا کجا فهمیدی با من کار داشت؟ نه من فهمیدم اسم چیز بود، اسم تو رو گفت و اینا، تا یه قسمتی هم پیش رفتم حالا اصلا مامانم بعد گفتم خب پس چرا دیگه ادامه ندادی؟ نه دیگه احساس کردم از سطح زبان من خیلی بالاتر قد کردم به روش، مثلا یارو مثلا من دق گوشی حتی به یس فقط در حد شیبا گفته، گفته یس، بعد دیگه دیده بیشتر فقط اسم من تشخیص داده بود، بعد بقیش گوشی رو گذاشته بود دیگه، مثلا احساس کردم خیلی از سطح زبان مامانم فراتر. حالا اینطوری که میگی من مامزوگم موقعی که مثلا میان اینجا، خب ما یه سری کلمات بهشون یاد دادیم، مثلا توی هواپیما مثلا میتونن بگن مثلا آب، مثلا میگه واتر میگن، بعد خب توی هواپیما بعضی موقعا مثلا غذای میدن که توش ممکنه مثلا گوشت خوک باشه و اینا، مامزوگ من به تنهایی فقط میگه چیکن میگن و اینا رو کامل بلدم. بعد مثل اینکه یک بار توی آسانسور ما میگفتن آره یه آقای میخواست بیاد و اینا، من بهش توضیح دادم چه جوری باید بیاد یا بالا، چون اینجا مثلا آسانسور ما باید اول با اون مثلا کیچینی که داریم با اون جاسویچیه مثلا یه کدیو بزنید بعد مثلا اون طبقه که میخوایم بریم، گفتم آقا چه جوری؟ گفت من خودم با زبان خودم بهش توضیح دادم. آقا چه زبانی شما به طرف توضیح دادی؟ اصرار که من اینو رسوندمش خونش اصلا مشکلی نداشت. گفتم باشه دیگه معلومه. بعد یه سری چیزا یه سری چیزام به طرف گفتن و دیگه بنده خدا هم مثلا اینطوری بود که خب من اصلا با
این خانم نباید اصلا مخالفت کنم، هر چی میگه من میگم آره و کارو ادامه میدم. خلاصه ما از این خاطرات زبان اینطوری خیلی داشتیم، مخصوصا با خانواده هایی که حالا از ایران میان. آره دیگه، منم گفتم که چیز بود کلاس زبانی بارو میخاطرش نوشته بودم تو کلاس زبان اینجا، تازه من مثلا تو کلاس زبان نروژی میرفتم بعد انگلیسی حرف میزدم، بعد راجع به خود شخصیت راجع به خودمون حرف زدم بود، بعد معلم گفت که خب شیما تو چی مثلا تو که سینگلی اینا، اون موقع تنها بودم اینجا، بعد همه شروع کردن خندیدن و مثلا تو فلان تنهایی و اینا، بعد من گفتم که ای بابا، میخواستم بگم ای بابا تخم خوب مرد خوب و ملخ خورده. خب بعد من نمیدونم چرا واقعا احساس کردم که من باید همچین ضرب المثلی به کار ببرم، بعد ملخ هم بلد نبودم، نمیدونستم چی میشه. خب به انگلیسی بعد حالا ملخ تو بلد نیستم، میگم پشه مثلا این وسط. بعدش یه جوری شد که بعد مثلا کاملا بسول برداشت شد کل کلاس، وقتی که گفتم ماسکیتو خورده اتفال منو خورده همچی چیزی، به این کل اگه من رو خورده همچی چیزی کنه خلاصه ایز اصلا یعنی کلاس. بعد همه اینجوری با ترس برگشتم به من نگاه کردم، خدایی این محله شون چه پشوهی دارن که بکرم مریضی جدید اومده، یعنی هنوز که هنوز من چه حرفی بود زدم. خب اونجا مثلا نمیگه نه تو حرف نداری، که نمیگه لالی که مثلا رو نمیخواد ضرور مثلا های آریایی رو برداری واسه من ترجمه بورد بای بورد کنی بری اونجا بگی که مثلا وای خب، یعنی این هنوز که هنوز مثلا به عنوان از خاطرات زبان چیزا که ترجمه بچه های اون کلاس از اون روز به بعد دیگه مثل سابق نشدن. اصلا معلم هم اون لحظه گفت چی؟ پشه چی خورده؟ بعد من اینطوری شدم، بعد گفتم این کار ترجمهش خیلی بد شد، من گفتم نمیدونم، من خواستم فقط اون پشه مثلا ملخ هم نه بلدم ملخ هم از اونوقت یه احترام عجیبی دیگه به شما گذاشتن، حتی ترسیدن از هم دیگه، گفتم یه سرزمینی میاد که پشه هاش پشهاش مرد میخوره، پشهاشو مرد افکنن دیگه، با این زیاد چراباس نکنیم مرد مزاکرنه. خاطرات اینجا زیاد از این کار زیاد کردم اینجا، خیلی خنده بود. خب بعدش دیگه توی نروژ ساکن شدید و دیگه از در واقع نمیخواستیدم جای کشور دیگه ای برید و همونجا دانشگاه رفتین و ادامه دادید؟ چرا اون موقع که میخواستم چیز کنم برم، چون که میگم موقع همه دوستام چیز بودن اصلا کانادا و آمریکا و اینا بودن، گفتم من دیگه این 3 ساله رو چیز کنم بخونم شرایط ببینم دکترا که نه بعدش و این کار و اینا تو کانادا چطوریه برم اونجا، چون که اینجا مثلا تک افتاده بودم به نظر خودم، مثلا تنها بودم و فلان و اینا. ولی نه دیگه بعدش که دیگه اصلا اقامت و اینا چون کارام جور شد و اینا دیگه ناموندگار شدم، که یعنی واقعا الان خوشحالم که اینجا نیومدی کانادا. آره نه هنو خدایی واقعا روزی 100,000 مرتبه خدا رو شکر میکنم که واقعا خدا رو شکر که من اینجا میانی. چرا چطور؟ اصلا چون که اصلا ایده خاصی نیست به بقیه کشورها ندارم، اصلا چون که نبودم که بعد یکی از دعواهای توی توییتر هم همینه که مثلا یعنی جوری میزنن تو سر صورت هم دیگه که وای کشور ما بهتره، مثلا کشور ما بهتره که انگار مثلا جدن در جد نسلن در زاده مثلا هر کدوم زاده آره. اون کشور بوده خیلی این خوبه که چیز بشه، ولی نه اینجا یعنی من راضیم. ما اینو تجربه کردیم یه جورایی آره. ما یه ذره با ترامپ یه رابطه خیلی خاصی داریم نسبت به ترامپ، هر جلسه با مثل رابطه با احمدی نژاد خیلی آره. رابطه خیلی نزدیک خوبی داریم با ایشون و هر هفته در مورد ایشون صحبت میکنیم و اینا، بعد خیلی ها هستن که ناراحت میشن که چرا رئیس جمهور کشور ما رو داری مسخره میکنی. آره واقعا من تو فقط باید تشکر کنیم که اجازه دادن بمونیم، مثلا یعنی کدوم واقعا کدومتون مال کدومین، مثلا وای حیف استرالیا نیست مثلا اونایی که مثلا چیزن جای دیگه غیر از اونجا نمیشه زندگی کرد، مثلا آه سرزمینم کانادایی مثلا فلانم
آره به ما میگن که انقدر از کشور ما نگید، برید از کشور خودتون بگید. آه من این که خوبه، تازه من یکی از دوستام نمیدونم کی ازم پرسید توی استوری اینستاگرام که راضی هستی مثلا چیزی، گفتم آره من واقعا خدا رو شکر میکنم. حالا قبلش قرار بود برم، میگم تمام تلاشم این بود که برم کانادا، ولی اینجا جور شد و اومدم اینجا. ولی خب واقعا خیلی خوشحالم که اینجا. آقا بعدم ما یه بار یه پلیس پوشیده بودم، یه باف پوشیده بودم رو جلوش نشود گس. خب بعد یکی از دوستان که کانادایی، تو که از کانادا بدت میاد لطفاً لباس مارک کشور ما رو نپوش. خدایا توبه، مثلا واقعا تو دیگه بس چی یعنی کاش ملخو به اونا میزدن مارک لباس کشور ما رو مثلا که مثلا تایید میرسی که گفتی مثلا نمیستم حتی گیس مال کانادا هست مثلا که چیز باشه. گفتم سطح اطلاعات عمومیم رفت بالا، نمیدونستم که. حالا در مورد ترامپ که صحبت کردیم، ما هر هفته یکی دوتا اتفاقای جالبی که افتاده در موردش صحبت میکنیم. این اپیزود میخوام در مورد این صحبتی که آقای ترامپ کرده بودن در مورد، من خواستم ازشون تشکر کنم. آره لایسول رو گفته بودن که به خودتون میتونید تزریق بکنید برای اینکه کرونا رو از بین ببره. نه نه نگفتن نه تزریق کنید، نه درست نقل کنید. اگه نگفتم منم شنیدم تزریق کنید. آره نه نگفت، این داشت بحث این بود که این توی یه دقیقه نمیتونم چقدر ویروس و اینا رو از بین میبره روشو کرد. اونور پیشنهاد دادن که شاید یه روشی باشه مثل تزریق کردن این مواد ضد عفونی کننده که این ویروس رو از بین ببره. و خب واقعا خیلی چیز دیگه، خیلی ارزشمنده، چون ما به روغن بنفشه گیر دادیم. آره چون به ذهن هیچ کس دیگه ای نرسیده بود، یعنی این همه دانشمند و آدم باهوش تو دنیا هست، هیچ کدوم به ذهنش نرسیده و شاید بشه اینو تو بدنم استفاده کرد و ویروس رو از بین ببره. واقعا ما همزمان گفتیم که این خب این مثلا چه فرق با اون متانول داشت که میخوردن که توی همونه دیگه، فرقش اینه که این رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیاست، اونی که میره ادرار شطور رو میگه فرقی نداره با همچین آدمی. اون که اصلا گفتم بالا خوب شد یه موقع باز با کار من تداخل پیدا نکرد شطور رقیب پیدا شده تحصیل از من منحرف میگن. حالا ما تو اپیزود بعدی راجع به کار شیما صحبت میکنیم که چرا ما وصلش کردیم به ادرار شطور، تو اپیزود بعدی کامل توضیح میدیم. ولی من فهمیدم که بعدش خود لایسول و این شرکت‌های حالا که در واقع وایت اکس و سفید کننده و اینا تولید میکنن، اومدن بیانیه دادن که آقا تو رو قرآن اینا رو هیچ موقع مصرف نکنی. مثلا من فکر کردم که گفته بودن که بهش که بگو مثلا که نه خود اونا اومدن بیانیه دادن، فکر کنم رئیس جمهورم یه چیزی گفت. اون ماسمالی که گفت من داشتم شوخی میکردم و سرکزم بودنم فلان، ولی آره میگم دیگه خلاصه هست دیگه. توی نروژ هم پس صداش در اومده بود، اینجا که خیلی بحثش داغ بود، یعنی همه جا داشتن در این مورد صحبت میکردن. حالا جالبش اینه ببخشید سر کار ما، چون توی من بیشتر تو بخش فارمسی بیمارستان و اینا هستم، هر موقع که مثلا یه داروی جدیدی اینا میاد یه ایمیل میاد، یه ایمیل تمپلیتی اسم داروی فلان اینا که ما تو سیستم اضافه کنیم. بعد حرف ترامپ، اون حالا از اون سورسی که این ایمیل میاد به همه واسه شوخی، یه ایمیل اومد که یه داروی جدید اومده به نام لایسول اینجکشن و اضافه کنیم تو دیتابیس. و خیلی من اول که میخونم یه ذره شوکه شدم، چیزه جوکه جالب چیز گذاشتم اصلا چطور آدم میتونه دیگه هستن دیگه همه جای دنیا، یعنی من اینجا مثل این کارای خنده دار میکنم بعضی وقتا، ولی خب اینا چون جامعهشون کوچیکه زیاد تیز نیست درس نمی کنه بیدن. آره در اون جامعه ای حلشون آره کنه در اون خانوادگی حل میشه مثلا سنگ کنن زیاد صداش در نیادیم. آره سازی کارای خنده همین الان دیدم تو زنیمه اونم یه تونل رو میخواستن افتتاح کنن، یه دونه از این روبانای پرچم نروژ زدن، یارو پشت مانیتور نشسته، نمیدونم وزیر روابط نروژ راه ترابری آره فکر کنم همچی چیزی بود که میخواستن یه تونل افتتاح کنن بعد آنلاین و یارو با روبان نشسته پشت مانیتور مثلا که اون دیزه رو افتتاح بود تو خونه. آره من نمیدونم حالا اکسوشو توی چیز دارو نمیدونم واقعا اینطوری بوده یارو همچی کاری برای ما تبریک میگیم این تونل توی بالاخره که نورج افتتاح شد آنلاین، خلاصه تونل آنلاین نداشتیم که
این هم افتتاح شد اینجا. خب آره از این کارا میگم اینجا سعی میکنن در اون کشوری حدش کنن زیاد درس پیدا نکنه به بیرون به خبرهای خارجی. من بفهم کارون همین میخواستم بگم میخوای چیز کنی؟ آره من میگم میخواین ما این اپیزودو میبندیمش و بریم که با در واقع کارهای خانم شیما برگردیم در مورد موضوعای یکم شاید مهمتر صحبت بکنیم در مورد پریپری که دادن. اینا خیلی مهم بود. تخم مرد خوب و ملخ خورد و اینا اینا به نظر من بسیار اونا آقا اینا رو هست. اینا همه چی پخش میشه. ما این سانسورشی آقا من حالا که پیش پیش میکنم هم اصطلاح فارسیش هم یه ذره چیز آره همین من حالا یه ذره گفتم تعجب کردم حس کنم اشتباه دارم میگم. یعنی ملخو واقعا به هیچی راه نمیکنن. نه وقتی به انسان شما این ربط میدیم بد میشه. آره مثلا آره مثلا لایسولو آره برده مشکل نه تا بحث بیشتر از این پیچیده نشده میگم که من کار به جای بایش نکشیده من برم. خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، توی یوتیوب هم تصویری پخش میشه این اپیزود و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشین ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و با یه اپیزود دیگه همین چند دقیقه دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.